جوانان ایرانی یا در مقابل گلوله ماموران امنیتی قرار میگیرند یا بر چوبه دار میروند. چرا؟ چون اعتراض دارند به وضعیت معیشت، زندگی و البته سیاستشان در مقابل حاکمانی که از ابتدای انقلاب تا اکنون قاضی القضات هایی بودند که جز حکم اعدام برای مردم ایران چیزی بر مقام نیاوردند. در این فضا مردم ایران اما این روزها تغییر نظر دادند. آنها به اعدام نمیگویند، همان مردمی که پیشتر برای تماشای دست جمعی اعدام در ملأ عام می ایستادند اکنون یک صدا میگویند اعدام نکنید. چه شد که جامعه ایران این چنین تغییر نظر داد؟ به میزگرد سیاسی شطرنج خوش آمدید. امشب و اینجا در این استودیو بیژن خیلی، کنشگر سیاسی و چهره سرشناس فرهنگی جامعه ایرانیان آمریکا، و از طریق ارتباط تصویری در تهران جناب آقای دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری، در کرج مهرداد بختیاری، برادر منوچهر بختیاری و عموی زنده یاد و زنده نام پویا بختیاری از جانباختگان حوادث تلخ آبان سیاه 98، و در هلند جناب آقای عمار ملکی، دکتر عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه، ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد که به تفصیل از آگاهی و اطلاعات این عزیزان بهره خواهیم برد. آقای خیلی بسیار خوش آمدید، خوشحالم در خدمتتون هستم. ضمن عرض احترام خدمت شما، بذارید مستقیم بریم سر اصل قضیه. اصرار حکومت به این همه اعدام در طول 42 سال گذشته از کجا نشأت میگیره؟ چه چیزی پایه این اعدام هاست که ما شاهد رواج اون در حکومت ملایان در طول 42 سال گذشته بودیم؟ واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی اصرار نمیکنه، بلکه استمرار میده، و این استمرار به خاطر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامیه که بر اساس اصول اسلام منطبقه. اصول اسلام هم در این زمینه خیلی خیلی روشنه و قوانینی که اسلام ازش ملهم میشه، قوانین اسلامی در این زمینه خیلی روشن و مشخصا مجازات اعدام رو یا مجازات تنبیه بزرگ رو انجام میده، و این تنبیه بزرگ رو بر اساس قوانین قصاص که جان رو در برابر جان، چشم رو در برابر چشم، در قرآن سوره فکر میکنم المائده است، بله، آیه 45 اینو مطرح میکنه. حالا آیا واقعا شارع دین اسلام محمد ابن عبدالله از متون گذشته خودش، یعنی متون یهودی، استفاده کرده برای این کار یا نه؟ اگه فرض کنیم در چارچوب مقدس این دینها رو تعریف نکنیم، اون وقتی که خیلی روشنه که یک استمراری بوده در زمینه انجام مقررات، فرض کنید قتل کرد، کسی که قتل میکنه چه کیفر و مجازاتی باید داشته باشه. ولی اون چه که امروز در ایران انجام میشه، شما معتقدید که بر اساس، چون بر اساس شرع اسلام هست، قوانین جزایی که در دوره عربستان بوده رو به اینجا آوردن؟ بله بله، کاملا روشنه. یعنی از اول خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در همون مقدمش و در اون چند خط اول همینو داره مطرح میکنه. بسیار سپاسگزارم. جناب آقای سیف‌زاده، شما حقوقدان هستید، سالها در ایران به عنوان یک وکیل دادگستری از نزدیکترین زاویه ممکن با دستگاه قضایی و طبیعتاً با قوانین جزایی و مدنی ایران کشتی گرفتید. این روزها ما اتهاماتی رو برای قتل داریم که فقط به قصاص یا اونجوری که آقای خیلی فرمودن چشم در مقابل چشم بسنده نمیکنه. مسائلی مانند افساد فی الارض یا اتهاماتی مانند سب و نبی، محاربه یا از این دست، این جور عناوین که طبیعتاً هم اونها هم باید ریشه های فقهی داشته باشه، اینها در قوانین مدنی امروز ایران از کجا وارد شدند و چگونه جا خوش کردند و چرا انقدر پرطرفدار شدند در دستگاه قضایی و میان قضات امنیتی؟ سلام خدمت به شما مجریان، بینندگان عزیز و همچنین مهمانان بزرگوار. متشکرم. خدمتتون عرض کنم که قوانین فعلی مجازات اسلامی قسمتیش برگرفته از فقه، قسمتیش در مبحث تعزیرات برگرفته از قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب هست، و قسمتیش هم به خصوص در قسمت مجازات عمومی اینها از غرب گرفته شده. بنابراین اون چه که به نظر میرسه در قسمت فقهش، فقه زائیده فکر فقیه،
هیچ ارتباطی به اسلام نداره. فقیه میگوید استنباط من از اسلام این است که با توجه به اینکه فقیه دکاندار مذهب هست نمیتواند این مطلب صحیح باشه. ما از 5 سیستم مهم حقوقی که در جهان وجود داشته یکی از آنها اسلام هست و متاسفانه چون اسلام به دست فقها از زمان صفویه افتاده هیچ تحولی در قسمت کیفری نداشته. بنابراین بسیاری از فقها اعتقاد داشتند غیر از خمینی و ملا احمد نراقی اعتقاد داشتند که این قوانین کیفری فقط در زمان امام معصوم لازم الاجلاس، نه در زمان امام غیر معصوم یا رهبر غیر معصوم و قابل اجرا نمی‌دانستند. فقط خمینی و ملا احمد نراقی معتقد به این بودند. سیستم‌های دیگر حقوقی از جمله حقوق نوشته، از جمله آنگلو ساکسون، از جمله سیستم اسلام جرمن، اینها تمام تحولاتی در داخل خودش داشته. می‌دانیم تا 200 سال پیش به نقل از ویدوراند 160 جرم در انگلیس مجازاتش اعدام بود. بنابراین آنها با عقلانیت آمدند اینها رو تغییر دادند و با قوانین حقوق بشر و معیارهای کرامت انسانی منطبق کردند و متاسفانه چون اسلام به دست فقها افتاد این تحول در قسمت کیفری اتفاق نیفتاد. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای سیف زاده. اما آقای بختیاری، اولا خواهش میکنم ما رو و بینندگان محترم برنامه رو در خصوص آنچه که وضعیت برادر گرامیتون هست که الان در زندان هست مطلع بفرمایید و آخرین اخبار رو در مورد ایشون هم مطرح کنید. و ضمن این که میخوام بدونم آیا آنچه که حکومت از حکم اعدام یا مجازات زندان استفاده میکنه برای ارعاب یا تاثیرگذاری روانی بر خانواده های کسانی که اعتراض دارن توانسته کارگر شه و صدای اعتراضات مردم ایران رو خاموش کنه؟ برادر من منوچهر بختیاری تقریبا 3 ماه هستش که به جرم دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش گویا و دادخواهی مردم مظلوم و ستم دیده ایران در بند وزارت اطلاعات هستش و ایشون رو در سلول انفرادی نگه می‌دارن. آبان گذشته، در آبان خونین گذشته، برادرزاده من پویا بختیاری رو جمجمش رو متلاشی کردن و ما خانواده بختیاری برادرزاده بلند شدیم، ولی متاسفانه دوباره امسال برادر منوچهر الان 3 ماهه که بازداشت شده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برده شد و ما ملاقات ایشون می‌خواستیم بریم که دادستانی بندرعباس نامه زدن برای ملاقات ایشون ولی وزارت اطلاعات اجازه ندادن به ما ملاقات کنیم و ایشون رو در سلول انفرادی وزارت نگهداری میکنن و توی این 3 ماهی که بازداشت شده به جز یکی دو باری که تماس تلفنی داشتن دیگه ما خبر آنچنانی از ایشون نداریم و از اوضاع جسمانی و روحی ایشون هم خبر خاصی نداریم، ولی میدونیم که ایشون همچنان در موضع خودشون ایستادن و تا آزادی ایران، تا گرفتن انتقام پویا و پویاها در موضع خودشون هستن. در مورد حکم اعدامی که جمهوری اسلامی به هر معترضی میده خدمتتون عرض بکنم که اینا فقط برای رعب و وحشت هستش که وحشت ایجاد بکنن تا خودشون هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، حسابهای خودشون رو میلیون دلاری و میلیارد دلاری پر بکنن، بچه هاشون توی بهترین نقاط دنیا به ایشون نوش خودشون بپردازن. ولی با اعدامی که توی جامعه تنین انداز کردن مانند نوید افکاری ها، یه جوون ورزشکار پهلوون، این جوون ورزشکار رو کشیدن بالای دار فقط برای ایجاد رعب و وحشت توی جامعه که کسی صداش در نیاد. اگه الان وضع ایران اینطوری شده و مردم واقعا خیلی یا گرسنه هستن، مردم ایران تا کمر توی صدر زباله خم شدن برای پیدا کردن نان، برای ابتدایی ترین نیازهای زندگی که نان و کار آزادی باشه، جرأت فریاد زدن ندارن به خاطر اینکه هر روز ما شاهد اینیم که اینا دارن اعدام میکنن، دارن کشتار میکنن. جمهوری اسلامی از لحظه ای که وارد خاک ایران شده فقط
اعدام و کشتار رو به ارمغان آورده واسه مردم ایران و هیچ دستاورد دیگه ای نداشت. بسیار سپاسگزارم از لطفتون. جناب آقای ملکی، خدمت شما عرض احترام دارم و خیلی ممنونم که در برنامه امروز هستید. اخیرا هم مؤسسه مطبوع شما، یعنی مؤسسه نظرسنجی گمان، نظرسنجی رو انجام داده در شهریور ماه گذشته که نظر افکار عمومی مردم ایران نسبت به مجازات اعدام رو منعکس کرده. نتایج این نظرسنجی بسیار قابل تأمل هست. از خود شما بیشتر بشنویم که چه تفاوت ماهوی در رفتار و دیدگاه ایرانیان نسبت به حکم اعدام یا لغو این حکم رو میشه از نظرسنجی شما در مقایسه با گذشته رفتار جامعه ایران استنباط کرد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون، همچنین بینندگان محترم. در مورد نظرسنجی که فرمودید، در صد یکی از مسائلی که همیشه توی جامعه ای که به صورت آزاد در اون نمیشه دیدگاه های مردم رو دونست، این که مردم به صورت کلی یا حداقل نگاه عموم مردم در مورد یک مسئله چیست اهمیت زیادی داره. و میدونیم که در جامعه ایران متاسفانه به دلیل ساختار بسته و استبدادی که حاکم هست بر وضعیت سیاسی ایران، امکان انجام نظرسنجی ها هم در مورد موضوعات حساس وجود نداره و همین که با روش های به اصطلاح کلاسیک نظرسنجی نمیشه دیدگاه واقعی مردم رو در مورد موضوعات حساس دونست. ما در مؤسسه گمان که یک مؤسسه پژوهشی غیر اندفاعی و مستقل در ثبت شده در هلند هست، به سفارش سازمان حقوق بشر ایران که یک سازمان حقوق بشری هستش که در نروژ ثبت شده، و همچنین ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام که شامل 150 مجموعه غیر دولتی و کانونهای وکلای کشورهای مختلف در سراسر جهان هست، به سفارش اونها یک نظرسنجی رو انجام دادیم تا ببینیم که دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام چیست. بخشی از نظر به اصطلاح یافته های شاید قابل توجهش این هستش که این نظرسنجی نشون داد که حدود 44% ایرانیان به طور کامل مخالف مجازات اعدام هستند و از سوی دیگر چیزی حدود 26% مردم هم تنها در موارد بسیار خاص موافق مجازات اعدام هستند. یعنی میشه گفتش که تقریبا حدود 70% جامعه خواهان در صورت کاهش اعدام یا به صورت کلی مخالف اعدام هستند. اگر این رو متاسفانه تا جایی که ما میدونیم اطلاع داریم، نظرسنجی دیگری که در این سالها در گذشته 40 سال گذشته درباره موضوع اعدام و نگاه مردم به مسئله اعدام باشه انجام نشده. اما اگر بخوام به شواهد جامعه رو نگاه بکنیم، خب بالاخره همه ما چه اونهایی که اون دوره بودن و چه کسانی که در صد بعدها خوندن، میدونیم که ما در بعد از انقلاب یک موجی از اعدام خواهی، انتقام جویی، هم توسط رهبران انقلاب و هم توسط شاید عموم مردم و هم توسط رهبران فعالان سیاسی، حتی اونهایی که خیلی زود در قامت اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی در اومدن، ببینیم که اون گرایش به اعدام، گرایش به کشتن، گرایش به حالا چه از جنبه مذهبی قصاص بگیم یا هر عنوان دیگه بگیم، وجود داشت. اما خوشبختانه در هر صورت شاید به دلیل اینکه هم آشنایی مردم با جهان، آشنایی با حقوق مدرن، آشنایی و همچنین دیدن اینکه اعدام در 40 سال جمهوری اسلامی نه تنها باعث پیشگیری از وقوع جرم، باعث ایمنتر شدن جامعه، باعث اجرای عدالت اینها نشده، بلکه دیدن که مردم که چقدر خشونت ورزی، انتقام جویی در جامعه ایران بیشتر شده، از این منظر میشه گفتش که شاید این نتیجه‌ای که در صد امروز در این نظرسنجی می‌بینیم که چیزی حدود 70% مردم خواهان این هستن که اعدام به صورت کاملا ملموسی کاهش یا کاملا لغو بشه، این نشان دهنده در صد تغییرات در جامعه هست. پس می‌دونیم که اون هشتگ اعدام نکنید، اون حرکتی که در صد اخیراً در فضای مجازی به یک شکل بسیار گسترده انجام شد، یکی دیگر از شواهد. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی این ترورها که در خارج از کشور انجام شد، در داخل کشور انجام شد، سابقه تیربارانها، اعدامها، همه اینها همون سیمای خشنی رو که آقای دکتر ملکی گفتند امروز 70% جامعه قطعاً میگه نمیخواهم تکرار بشود رو نمایش میده. فکر میکنید مردم چرا به این نتیجه رسیدن که نمیشود با این روحیه خشونت افزا ادامه داد و حیات سیاسی اجتماعی ایران در این چرخه بیشتر از قبل به خطر میافته؟ خب این نه فقط در ایران، همجوری که آقای دکتر ملکی گفتن، نه فقط در ایران اتفاق افتاده، در جهان، در به طور کلی در جهان اتفاق افتاده. یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که با مجازات اعدام یا با کیفر اعدام به اون نتیجه لازم که باعث بشه که
مردم سیفتر و سالمتر زندگی بکنن نمیرسن. ما مثلا زندان رو برای چی به وجود آوردیم؟ برای این به وجود آوردیم که کسانی که آدمهای خوبی هستن بتونن خارج از اون محدوده افراد شرور بتونن به راحتی زندگی کنن. یعنی زندان رو ما برای این به وجود آوردیم که آدمهای شرور رو بفرستیم در داخل زندان که آدمهای خوب به راحتی بتونن زندگی کنن. ولی امروز جامعه شناسی جهان، جوامع جهان به این نتیجه رسیده که دیگه این جوابگو نیست، این پاسخگو نیست، بایستی نحوه نگاهمون رو عوض بکنیم. اگر یک کسی قتل انجام داد، اگر رفتیم اعدامش کردیم، این بدین معنی نیست که ما میتونیم جلوگیری کنیم از قتل‌های بعدی. بنابراین نگاه جهان امروز عوض شده و نگاه خوشبختانه، همونجوری که آقای دکتر گفتن، نگاه ایرانیان داخل کشور هم عوض شده. همه اون کسانی که در آستانه انقلاب موافق اعدام فرض کنید کسانی بودن که فکر میکردن، یعنی با تبلیغات بهشون گفته شده بود که اینا ضد مردمن و اونا موافق این بودن که این اعدام صورت بگیره، امروز برگشتن. یعنی 70% بسیار عدد خیلی خوبیه برای جامعه‌ای مثل ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان. باید توجه کنیم که حدود هنوز 40-50% جوامع جهان زیر حکم اعدام زندگی میکنن، یعنی دولت هاشون حکم اعدام رو انجام میدن. بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سیف‌زاده، ما غیر از این قتل‌ها و یا به عبارتی اعدام‌های سیاسی که به هر حال در سال‌های اخیر باشون برخورد کردیم و شاید دغدغه ذهنی مردم کشورمون باشه، شاید اجرای احکام اعدام در خصوص مثلا سرقت مسلحانه، قصاص نفس و یا امثال لهم هم هستیم که در کنار قصابت ناشی از مثلا شلاق زدن به مردم در ملأ عام یا اخیراً از قطع انگشتان دست چندین مورد رو نمایی شده یا حتی حکم شنیع سنگسار، نشون میده که حکومت میخواهد همچنان این قصابت استمرار پیدا کند. حکومت ایران هم حکومت ولایت فقیهه و شما فرمودید که مبنای این احکام فقیهی است که از دکان فقیه برمیاد. چرا انقدر میان حاکم و میان مردم در مسئله جزا تفاوت دیدگاه وجود داره؟ اگر اجازه داشته باشم، چون دوستان همه در این مورد صحبت کردن، در مورد علت مجازات های اعدام خدمتتون عرض میکنم، در جامعه شناسی کیفری، در روان شناسی کیفری و در روان پزشکی کیفری تقریبا از 100 سال پیش به این فکر افتادن، با آزمایش هایی که انجام شد، با آمارهایی که گرفته شد، دیدن مجازات های اعدام و حبس و مجازات های بدنی نه تنها موجب از بین رفتن جرم نیست، بلکه موجب کاهش جرم هم نشده. اینو دیگه در ما به کرات به خصوص بعد از انقلاب این مسئله رو دیدیم. به تدریج این علوم که عمومیت پیدا کردن، توانستن نظر خودشون رو به دنیای متمدن بقبولونن و در اکثر کشورهای دنیا مجازات اعدام برده شد. اما نزدیک به 10 مجازات اعدام تقریبا در فقه در نظر گرفته شده که متاسفانه با توجه به نحوه قانون گذاری که انجام شده، احصای این تعدادها تقریبا مشکل هست. این که آمدن قسمتی را به قصاص، قسمتی را به اعدام، قسمتی اینها رو من همه رو مجازات های سالب حیات انسانی نامگذاری میکنم و با تمام اینها من مخالف هستم. به طور 100% اینها باید برچیده بشود به لحاظ این که علمی نیست. اینها آمدن مثلا میگوید در مورد اقدام علیه امنیت، میگوید به شرط این که محاربه نباشد یا به شرطی که افساد فی الارض نباشد یا یک سری در ارتباط با مواد مخدر آمدن مسئله اعدام گذاشتن و واقعا فاجعه آفرین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اونجا یک ماده 32 تصویب کردن که اگر یک نفر تریاک فروش باشد و اینها، حکم اعدام میداد، دادستان کل کشور تایید میکرد، بردن امضا، نه حق دفاعی
نه حق تجدید نظری، نه حق فرجامی، و صدها نفر رو به این صورت کشتن. و میبینیم اگر روزی 1 گرم هروئین یا 10 گرم هروئین یا 1 کیلو تریاک در این مملکت قابل مجازات بود، امروز دیگه صحبت از تون و اینها میشود. و این نشان میده که این مجازات های سنگین هیچ نتوانست است نه تنها موجب از بین رفتن جرم نشده، بلکه موجب کاهش جرم هم نشده. بسیار سپاسگزارم از لطفتون آقای دکتر سیف زاده. آقای بختیاری، مسئله همینجاست. خود شما هم گفتید که حکومت به دنبال ارعاب مردم، آقای دکتر سیف زاده هم در مقام یک حقوق داد دقیقاً نتیجه شما رو تکرار کردند. اما به راستی مردم دیگه میترسن. مسئله اینجاست، همون جوری که فرمودن در مورد تریاک مثلا تاثیرش رو حکم اعدام یک دلال تریاک مثلا از دست داده، قاچاقچی از دست داده، آیا در مورد مسائل سیاسی هم امروز واقعا مردم دیگه ابایی دارن از به زندان رفتن، شلاق خوردن، آزار کشیدن از دست حکومتی که جانشون رو به لبشون رسونده؟ زمانی که حکومت پهلوان نوید افغانی رو اعدام کردش، من یک پستی در اینستاگرام خودم گذاشتم و گفتم که ما رو از جوخه اعدام و طناب دار نترسونید، که سرگذشت ما از درگذشت ما دردناکتره. زمانی که ما داریم در جامعه ایران زندگی میکنیم و حکومت ایران انقدر عرصه رو به مردم ایران تنگ کرده که مردم دیگه ابایی از اعدام و زندان و کشتار و اینجزا ندارن. ما در آبان گذشته شاهدیم که مردم بدون ترس ریختن توی خیابون و بچه های مثل پویا و بچه های دیگه تا پای جانشون ایستادن و جانشون رو فدای آزادی ایران کردن. هر چقدر که حکومت میخواد بترسونه، به نظر من نتیجه عکس داره میده و این قضیه باعث خشم بیشتر مردم میشه. حکومت دنبال اینه که بخواد این خشمی که در درون مردم هستش رو با اعدام و اینجوری ها فرو بشونه، ولی این نتیجه عکس داده. من خدمتتون عرض بکنم که ببینید، یه پسری مثل نوید افغانی که یه ورزشکار این جامعه بودش، اومدن یه طناب دار رو انداختن گردنش به جای مدال. اینجا جامعه هستش که حکومت به جای مدال به جووناش، به ورزشکاراش طناب دار رو داره هدیه میده. و میگم اینا همش برای اعراب و تهدیده، ولی نمیتونن کاری از پیش ببرن. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر ملکی، یه نکته بسیار مهم در مورد آقای نوید افکاری که به ذهن من میرسه اینجاست که 42 سال اینها اومدن اعدام رو بردن در مله عام انجام دادن. خب قاعدتا از منظر جامعه شناسی وقتی به قضیه نگاه میکنیم میفهمیم که این برای عادی سازی جرمه، اما کار به جایی میرسه که در آخرین مورد، یعنی قتل حکومتی آقای افکاری، این رو بردن مخفیانه و شبانه این قتل رو انجام دادن. چه اتفاقی افتاده که حکومت حتی بعد از 40 سال عادی سازی مجبور اعدام رو مخفیانه و شبانه انجام بده؟ بله، نکته مهمی است. من میخوام آغاز بکنم با اشاره کنم باز به نتایج نظرسنجی، که این نظرسنجی نکته قابل تأمل، یکی از نکات قابل تأملش این هستش که در پاسخ به سوالی که آیا شما موافق این هستید که در ملأ عام اعدام انجام بشه، 86% مردم گفتن که مخالف این هستن که اعدام در ملأ عام انجام بشه. همچنین نکته قابل تأمل این هستش که این نظرسنجی نشون میده که حدود 17% جامعه در خودشون، یعنی افراد جامعه خودشون، شاهد اعدام در ملأ عام در طی سالها و بالاخره دهه‌های گذشته بودن. این خودش نشون میده. از طرف دیگه هم نکته قابل تأمل این هستش که نتایج نظرسنجی نشون میده کسانی که بیشتر موافق مجازات اعدام هستن برای دیدن اعدام در ملأ عام میروند، و این خودش قابل تأمل هست. از این منظر هستش که در وقتی یک جامعه ای یک بخش اکثریت مطلقش مخالف هست، خب این رو مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن. از سوی دیگه خب جمهوری اسلامی هم میدونن که یک خصوصیتی که داره این هستش که اصلاح نمیشه اما در برابر فشارها تسلیم میشه، و مسئله هم هستش که میدونیم گاهن سعی میکنن که اعدام در ملأ عام یا اینجور مسائلی که در صد از نظر حقوق بین الملل و حقوق بشر جهانی هم به شدت محکوم میشه، به شدت مورد انتقاد قرار میگیره، رو برای اینکه بتونن فشارها رو خودشون کم بکنن انجام نمیدن. همونجوری که میدونیم فرزن سنگسار رو الان چند سالی است، شاید نزدیک به شاید یک دهه باشه، آقای احتمال دکتر سیف زاده بهتر میدونن، دیگه جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه موافقش نیست، بلکه به خاطر فشار بین المللی که بهش وارد شده انجام نمیده.
مسئله آقای اعدام آقای نوید افکاری یک مسئله دیگری بود. اساسا مسئله یک نوع انتقام گیری، یک نوع لجبازی، و میدونیم که با توجه به اون مسئله‌ای که اساسا به اتهام قتل کاملا زیر سوال بود، هیچ یکی از بالاخره وکلا، کسانی که ناظر این مسئله بودن، به لحاظ عموم رو تایید نکردن، و البته دفاعیات خود آقای افکاری نشون میداد که یک جور انتقام گیری بودش و سعی میکردن که بالاخره به اون درگیری که میدونیم آقای افکاری با قاضیش داشت بسیار کم از خودش دفاع کرده بود. میدونیم که آقای افکاری یک معترض بودش، اساسا مسئله اعدام ایشون برای این بودش که بتونن مسئله اعتراض سیاسی و اون حکم محاربه‌ای که در از داده بودن به ایشون رو در از تحت شعاع قرار بدن. از این جهت آقای نوید افکاری رو واقعا خب در همون کارکرد ایجاد ترس و ارعاب اعدام کردن، و از این جهت هستش که اساسا مسئله حتی اعدام در ملای عام مطرح نبود برای ایشون. بسیار سپاسگزارم آقای خلیلی. مسئله همینجاست، یک بخشی ترس و ارعاب، آقای دکتر ملکی میفرمایند، آقای بختیاری میفرمایند، خود شما فرمودید، یک بخشی هم انتقام حکومت از ملت. شاید این انتقام گرفتن خیلی نکته جالبی باشه. چرا باید حکومتی مملکتی از مردم خودش انتقام بگیره؟ جواب معترض سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی همه رو بذاره در سبد اعدام و بخواد با طناب دار جواب مردم بده؟ برای اینکه پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی لرزانه و میدونه که بر یعنی ملهم از پشتیبانی ملتش نیست، بنابراین با این عمل تلاش میکنه که با ارعاب و سرکوب و اعدام و هر آنچه که به دستش برسه اجازه نده که ملت صدای خودشو بلند کنه. ولی باید توجه بکنیم این عدالت خواهی، این آزادی خواهی در آرکیتایپ انسانیه. با سرکوب و خشونت غیر ممکنه که این عدالت خواهی که در وجود انسانی نهادینه است از بین بره. بنابراین هر اون چیزی که جمهوری اسلامی و یا هر کشور و یا هر حکومت نالایق دیکتاتور دیگری در جهان بخواهد با ارعاب و سرکوب مردم رو مجبور بکنه به اطاعت از خودش، میبینیم که در تمام 42 سال گذشته این اتفاق نیفتاده. شما هر از گاهی در مقاطع های مختلف میبینید که جمهوری اسلامی با اعدام های مختلف، اعدام 67 دانشجویی، یعنی قیام دانشجویی، و بعدا دیماه سال 96 و بعدا آبان ماه 98، میبینید که این اتفاق داره میفته، این جنبش ها اتفاق میفته و این جنبش های عدالت خواهی وجود داره. بنابراین این چرخه خشونتی که جمهوری اسلامی ادامه میده بنبست آخرش برای خودشون، ولی به هر حال برای ادامه حکومتشون تلاش میکنن که این کار رو انجام بده. بسیار سپاسگزارتون آقای دکتر سیف زاده. اما ماجرا اینجاست که خود شما و گروه از همفکران شما سالها بر علیه همین ظلم مبارزه کردید. اون آرکتایپ یا شخصیت درونی در حقیقت آزادی خواهانه هم در مقابل جرمخیزی و در مقابل ظلم حکومتی وجود داشته و بسیاری از کنشگران حقوق بشر به جنگ یا به مصاف با حکم اعدام رفتن، قربانی دادند، زندانی دادند، تبعید دادند و شاهد اتفاقات تلخ اسفباری بودیم. این سابقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در 42 سال گذشته تلاش برای مبارزه با احکام ظالمانه مانند حکم اعدام برای مسائل سیاسی، برای جرائم سیاسی، چگونه توانسته جبهه متحدی بین مدافعان حقوق بشر در ایران ایجاد کنه؟ در تمام جهان در راه رسیدن به امروز مبارزات بسیار زیادی شده. میدانیم شکنجه های وحشتناک در اروپا، در غرب بوده و آنها توانستند به تدریج این قوانین خشن رو به حالت تقنین در نیارند و امروز مجازات های جایگزین حبس حتی مسبب شده است و این مسیر تا اینجا آمده. اما از زمانی که فقها در سال 57 علارغم قولی که مردم داده بودند که ما یک طلبی بیشتر نیستیم، میریم در قم مینشینیم، اینها بر حکومت مسلط شدند، دیدگاه های قدیمی خودشون رو مسلط کردند. دو سیستم
از لحاظ نوع مجازات در جهان وجود داشته، سیستم‌های انتقامی، سیستم‌های اصلاحی. جهان امروز به اینجا رسیده که سیستم اصلاحی رو برگزیده، به لحاظی که سیستم اصلاح انتقامی با اصل شخصی بودن مجازات در تضاد کامل بوده. اون خانواده از بین میرفته، بچه ها از بین میرفتن، بنابراین آمده و مجازات جایگزین حبس رو حتی امروز در بسیاری از کشورها مورد آزمایش قرار دادن. جمهوری اسلامی هم این قوانین رو برخلاف قانون اساسی آورده و فقط اختصاص به مبحث تأثیرات داده و این برخلاف اصول 19 و 20. آقای دکتر سیف زاده، خیلی عذرخواهی میکنم. ببینید، من میخوام مشخص برم سر اصل قضیه، خیلی صادقانه. ببینید، من یه اسمهایی دارم در ذهنم، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده، مثل خود شما، مثل آقای سلطانی، مثل خانم عبادی، مثل خانم کار. انقدر این لیست طولانی است از کسانی که به جرم دفاع از حقوق بشر یا در زندانند یا مجبور به تبعید شدند یا واقعا تحت ظلم قرار گرفتند. چرا؟ چون اعتراض داشتن به اینکه نباید یک مجرم سیاسی به خاطر عقیدهش، به خاطر اندیشه سیاسیش مورد عقوبت قرار بگیره، از اعدام تا زندان، ولی خودشون به زندان افتادند. من مشخصا میخوام برم سراغ این آدم‌هایی که بر مبنای همون شخصیت آزادی خواهانه آمدن به میدان، ولی متاسفانه حکومت اونها رو خواسته که در هم بشکن، اگرچه ناموفق بوده. این روش رو چگونه میبینید در مقابل آنچه که از ابتدای برنامه تا به الان به تفصیل در موردش صحبت شد؟ این روش قطعا شکست خواهد خورد و تا الان هم شکست خورده. کانون مدافعان و حقوق بشر خب هدفش همین مسائلی بود که شما میفرمایید و حتی ما در مورد اعدام جلساتی داشتیم، صحبت‌هایی کردیم و اینها ابتدا بچه صغیر رو اعدام می‌کردن. وقتی ما ثابت کردیم شما حق ندارید اینها رو حتی محاکمه در اون بکنید، در سن 18 سال تمام است، تا اونجا کودک هست، باید به صورت کودک باش رفتار بشه، بیچاره ها رو بعدها نگه می‌داشتن که در سن 18 سالگی به بعد اعدام می‌کردن. بنابراین تحولاتی که در مردم اتفاق افتاده، مردم اعدام‌های حکومت رو تایید می‌کردند و صبح تا شوم در مدرسه و مسجد و دانشگاه فریاد مرگ بر این و مرگ بر اون به آسمان بلند می‌شد. امروز دیگه خواهان توقف این خشونت‌ها هستند. بنابراین این مؤثر بوده. کارهایی که عزیزان ما در کانون مدافعان حقوق بشر و اسامی که اسم بردید انجام داده بودند، به نظر من در جامعه مؤثر بوده و بنا آماری که جناب آقای دکتر ملکی دادند، مثلا 80% از مردم دیگه با اعدام‌های علنی مخالفند، در حالی که قبلا می‌رفتن اونجا می‌نشستن و به اصطلاح شادی میکردن. بسیار سپاسگزارم از حسن لطفتون. من یادآوری میکنم که لیست اسامی کسانی که آزادی و امنیت خودشون رو قربانی دفاع از حقوق بشر در ایران کردن به مراتب طولانی‌تر از اسامی است که من به زبان آوردم قطعا، و من پوزش میترم اگر ذهنم اسامی بیشتر رو یاری نمیکنه. اما آقای بختیاری، همونجور که آقای در حقیقت سیف زاده هم فرمودن و همونجور که در طول برنامه صحبت کردیم، مردم در مقابل این خشونت ها و این سبوییت ها ایستادگی میکنند. ایالات متحده آمریکا، شخص پرزیدنت ترامپ وقتی هشتگ میزنه که اعدام نکنید به فارسی، یا تقاضا میکنه که آقای نوید افکاری اعدام نشوند، نشون داده که کنار مردم ایران هستند. این حمایت جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا آیا موفق شده که صدای مردم ایران رو رساتر کنه؟ آیا انرژی و انگیزه ای برای مردم ایران به ارمغان آورده؟ همونجور که نام برادرزاده شما بارها بارها بر زبان مقامات ایالات متحده آمریکا به عنوان نماد ایستادگی مردم ایران در آبان 98 آمده و مطرح شده. بله، 100% حمایت ایشون باعث دلگرمی مردم ایران و خانواده های جانباختگان راه میهن شده. ایشون به نظر من پیام‌آور صلح و دوستی در جهان هستند. همونطور که شاهدیم بعد چندین سال ایشون دوباره صلح رو به خاورمیانه برگردوندن و باعث دوستی و
دوستی کل جهان شدن و پیامی که ایشون حتی اومدن پست برادر من رو توییت کردن، پست برادر من منوشهر بختیاری رو توییت کردن، وزارت خارجه آمریکا حمایت کرده از ما، ازشون تشکر میکنم. باعث دلگرمی خانواده های ایرانی، کسایی که فرزندشون رو در راه آزادی ایران فدا کردن شده. خدمتتون عرض بکنم که ببینید هماتون خیلی خوب هستش، ولی متاسفانه الان رئیس جمهور ما چندین بار هستش که میاد میگه که من در یک شنبه یک خبر خوبی برای نمیدونم مردم ایران دارم. یه بار میاد نفت رو میخواد به مردم ایران بفروشه، نفت که متعلق به مردم ایران هستش میخواد به مردم ایران بفروشه. الان دوباره اومده گفته که من نمیدونم یک شنبه میخوام خرید و فروش سلاح رو انجام بدیم. خب این حرف یعنی چی؟ خرید و فروش سلاح؟ خب همونطوری که نفت رو میخوان به مردم بفروشن، به نظر من سلاح هم بیاد پیش فروش کنه به مردم. سلاح خرید و فروش کنید که چیکار کنید؟ بیاد توی خیابون مغز پویا و پویاها رو منفجر کنید، قلب بچه‌های مردم رو سوراخ بکنید، از ابتدایی ترین نیازهای زندگی مردم محروم کردید شماها، فقط دروغ میگید. و پرزیدنت ترامپ اومده از مردم ایران حمایت کرده و من کمال سپاس امتنان را از ایشون دارم. باعث دلگرمی ما خانواده های جانباختگان راه آزادی شدن. بسیار سپاسگزارم. آقای ملکی، میدونم که به هر حال مردم رهبران جمهوری اسلامی رو مقصر میدونن در زندگیشون، در اعدام عزیزانشون، در جانباختن فرزندانشون در خیابان، همونجوری که خانواده بختیاری رهبران جمهوری اسلامی رو مقصر میدونن. آیا میشود رهبران جمهوری اسلامی رو به دادگاه های بین المللی کشید و به خاطر سبوییت در رفتار با یک ملت اونها رو مورد پیگرد قانونی قرار داد؟ این سوالی است که البته آقای دکتر سیف زاده باید پاسخ بدن و من معمولا دخالت نمی کنم در حوزه‌ای که در تخصصم نیست، اما در هر صورت تجربه‌ای که در حوزه بشری دیدیم این هستش که این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد. اگر جنایاتی که در جنگ جهانی دوم بود باعث شدش که نهایتاً اون عاملان اون جنایت به دادگاه کشیده بشن، حتی بعضیا تا 40 سال 50 سال بعد در سنین بسیار حتی کهولت همه اونها به دادگاه برده شدن، اگر می‌دانیم جنایاتی که در فرزند یوگسلاوی سابق انجام شد در جنگ هست که در اون منطقه انجام شد، چگونه عاملان و آمران اون جنایات به دادگاه کشانده شدن، تمامی کسانی هم که در هر صورت در این 40 سال گذشته عامل و آمر این اعدام‌ها، کشتارها و بسیاری موارد خشونت‌هایی بودند که در سطح جامعه اعمال شده، خب اینا هم روزی باید پاسخگو باشن. اتفاقا باز میخوام اشاره بکنم درباره همین مسئله به یکی از نتایج نظرسنجی که در یکی از سوالاتی که در این نظرسنجی بود دست از مخاطبان پرسیده شده بود که اگر شما تصور کنید در یک حکومت استبدادی زندگی میکنید، روزی اون حکومت اگر فرو پاشیده بشه و از اون حکومت گذار کنید، باورتون هستش که در مورد مقامات حکومت سابق که در کشتار مردم نقش داشتن چه کار باید بکنید، چه مجازاتی رو ترجیح میدید؟ نکته ای که قابل تأمل هستش این که حتی اونهایی که موافق اعدام بودن حلوش 30% 31% اعلام کردن که فقط در صورتی با اعدام اون مقامات مسئول موافق هستن که در یک دادگاه کاملا عادلانه اونها به حکم اعدام به مجازات اعدام محکوم بشن. تنها حدود 7% پاسخ دهنده ها خواستار اعدام انقلابی، شاید مشابه آن چیزی که در صد بعد از انقلاب 57 دیدیم بودند. یعنی این خودش نشون میده که در صد جامعه به سمت دادرسی عادلانه یا اونجوری که خانواده بختیاری شجاعانه به عنوان دادخواهی یاد کردند خواهان اون هستش و خواهان این نیستش که بخواد به همون شکل‌های بدوی و به نوعی ارتجایی بخواد به نوعی خونریزی و انتقامجویی بکنه. در صورت این دادگاهی دادخواهی عادلانه چیزیست که دیر یا زود در ایران هم به اون خواهیم رسید. بسیار مشکرم آقای خیری. به هر حال یک تحریم‌هایی رو هم ایالات متحده آمریکا علیه مقامات ایران و خصوصا قضاتی که در صدور احکام ناعادلانه برای معترضان و مردم معترض در حقیقت دخیل بودند به کار برده، آیا میتونه این تحریم ها در مهارکشی از این خشونت افسار گسیخته حکومتی در ایران موثر باشه؟ بله، همینجوری که آقای بختیاری گفتن بسیار دلگرم کننده است. یعنی اینکه کسانی که در راه آزادی ایران
قیام کردن یا در راه آزادی ایران کوشش میکنن، فی الواقع این نوع حمایت ها و پشتیبانی های بین المللی به خصوص از سوی ایالات متحده امریکا و به خصوص از سوی مقامات بالای امریکا بسیار برای جامعه و ملت ایران دلگرم کننده است. هرگز در 42 سال گذشته مثل این دو سه سال گذشته نبوده که یک سیستم سیاسی یک کشور دیگه این چنین از جانباختگان راه آزادی ایران، از کسانی که در راه آزادی ایران کار میکنن یا عمل میکنن پشتیبانی بکنه. و فی الواقع همینجوری که بازی آقای بختیاری گفت، واقعا ملت ایران صمیمانه، چه ملت ایران داخل کشور و چه خارج از کشور، صمیمانه از این کاری که ایالات متحده امریکا میکنه و کشورهای دیگه انجام نمیدن. اینو یادآوری بکنم، شما مقایسه کنید، روسیه رو مقایسه کنید، چین رو مقایسه کنید، اینها بیشترین کارهای تجاری رو با ملت ایران دارن انجام میدن، پول از ملت ایران در میارن، ولی هرگز با جریان حقوق بشر در مقابل در حقیقت ملت ایران وایسادن، در حالی که ایالات متحده امریکا در موازات ملت ایران وایساده. بی نهایت سپاسگزارم. آقای ملکی، هشتگ اعدام نکنید نشون داد که مصداق بارزی است بر صحت آنچه که محتوای نظرسنجی است که شما هم منتشر کردید. این هشتگ به راهروهای کاخ سفید هم راه پیدا کرد، سر از صفحه توییتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در آورد و در وزارت خارجه هم ابعاد گسترده‌ای داشت. البته من تصور می‌کنم آقای رئیس جمهور ترامپ بلد باشند به فارسی بنویسند یا بخوانند، اما قطعاً مشاورینی دارند که به فارسی می‌نویسند و می‌خوانند، و این نشانگر میزان نفوذ اندیشه مردم ایران و ارتباط مستقیم این مشاوران با کف خیابان‌های ایران یا به شناخت دقیق‌تر و درست‌تر از کف خیابان‌های ایرانه. نفوذ و تأثیر جامعه ایرانیان در ایالات متحده آمریکا، در اروپا رو چگونه ارزیابی می‌کنید در احیاء این صدا و رساندن این صدا به گوش تاثیرگذارترین مقامات جهان؟ مطمئنا نقش مهمی داره. در هر صورت می‌دونیم که الان در دوران شبکه‌های اجتماعی، در دوره نفوذ بالای اینترنت در جهان هستیم و می‌دونیم که کوچکترین واکنش عمومی که به یک مسئله در فضای مجازی انجام میشه، نقش مهمی در فضای واقعی، در سیاست‌گذاری واقعی هم داریم. همونجوری که فرمودید، همین باعث شدش که هشتگ اعدام نکنید با حمایت میلیونی درصد کاربران ایرانی باعث شدش که صدای اون در آمریکا و حتی در اروپا هم شنیده بشه. من البته فکر میکنم نکته ای که از درصد میدونیم که مقامات آمریکا با توجه به اختلاف مشخصا خیلی صریحی که با مقامات جمهوری اسلامی دارن و اون سیاست فشار حداکثری، در هر صورت همراه هستن با فشار آوردن بر مقامات جمهوری اسلامی در حتی این موارد. اما مسئله اینجاست که اون چیزی که اهمیت داره و تجربه تاریخی نشون داده، برای انجام شدن یک تغییر در یک کشور یک نوع اجماع جهانی نیازه و در این از این نظر حمایت و همراهی اروپایی ها خیلی مهمه. شاید این الان اهمیت بیشتری داره، چون ما میدونیم متاسفانه به دلیل درگیری که این سالها بین دولت ترامپ و اروپایی ها در یک سو بوده، این باعث شده مقامات اروپایی خیلی هاشون به نوعی چشم بر نقض حقوق بشر در ایران به صورت جدی ببندن. شاید محکوم کردن های زبانی رو بشنویم، شاید گاهی اوقات به نوعی مثلا تذکرهای حقوق بشری رو ببینیم، اما نکته مهم این هستش که بشه در اصل اروپا رو هم همراه کرد تا اینکه یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی برای رعایت مسائل حقوق بشری، برای کاهش اعدام ها و برای مسائلی که در اصل می‌دونیم مسائل اصلی اون جامعه هستن وارد بکنه. در اصل این اجماع اگر ایجاد نشه، متاسفانه اختلاف بین قدرت‌های جهان باعث شده که یک جورای مردم ایران این وسط قربانی این لج و لجبازی بین قدرت‌های اروپایی و آمریکایی بشه. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر سیف‌زاده. در ایران هم گاهی وقتا من حرفای می‌شنوم که کمی نگران یا ناراحت هم میکنه، از جمله برخی ها معتقدند که دفاع از حقوق بشر یا پرداختن به این مسائل متعلق به کسانی است که شکمشون سیر و دغدغه نان ندارن. خیلی ها میگن که خب این سوسول بازی ها مال شماست که اون برای آب نشستید و میگویید لنگش کنید. این جمله رو نقل میکنم از کامنتی که عزیزی گذاشته بود و مشخصا میخوام اینو ببینم آیا واقعا جامعه اینطور فکر میکنه، یعنی حکومت مردم رو گرفتار نان شب کرده تا بخواد هر ظلمی که خواست با اونها بکنه. اگر فقر در یک کفه باشه و بی‌عدالتی در یک کفه دیگر، کدام سنگین تره؟ میدانید که اعلامیه جهانی حقوق بشر کف حقوق انسان هاست. برای این به وجود آمد که کرامت انسانی در تمام دنیا مستقر بشود. اگر مبنا اسلام باشد که این آقایان مدعی اسلام هستند
لا معاش الله لا معاد الله، هر که این دنیاش خراب باشه آن دنیاش هم خرابه. اگر فقر از دری وارد بشه ایمان از دری دیگر خارج شود. بحران‌های زیادی البته برای درگیر کردن مردم به وجود آمده و که آنها رو مشغول کنند، ولی باید توجه داشته باشیم که ما تا زمانی که معیار کارمون در حکومت اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد، قوه قضایی مستقل تشکیل نشود، قوه مقننه برآمده از مردم تشکیل نشود، این قحطی، این فشار، این طلاق، این بیکاری، این اعتیاد و ده‌ها بحران و ابر بحران که مردم دارند زیرا بار این فشارها له می شوند ادامه خواهد داشت. پس اولین کار ما با این موانع رو همه رو رد بکنیم. ریشه تمام این جرائم و گرفتاری ها فقره. بله فقر رو باید ریشه کن کرد، ولی نمی شود گفتش که بیاییم فقر را ریشه کن بکنیم اما حقوق بشر را زیر پا بگذاریم. این حرف عبث و بیهوده ای. بسیار متشکرم از حضورتون جناب آقای بختیاری. برادرزاده شما رو با شلیک گلوله در آبان سیاه 98 از مادر و پدرش گرفتن. پدرش به اعتراض برخاست، مادرش به اعتراض برخاست، پدرش رو به زندان افکندند. امروز شما صدای او شدید. اگر خدای نکرده مقامات امنیتی شما رو هم بازداشت کنند یا با مانع مواجه کنند، قطعا مادر شما، دیگر اعضای خانوادتون، صدای شما و دیگر جانباختگان و دیگر در بندان این خانواده خواهند بود. خانواده شما مصداق ملت ایرانه که 40 سال در همین شرایط هست. این شجاعت از کجا نشأت میگیره؟ در خانواده شما و در ملتی که در مقابل ظلم ایستاده و حاضر نیست سرخم کنه. خدمتتون عرض کنم که ببینید، من لرزاده بختیاریم و پویا بختیاری بود و خون اجداد ایرانی، خون نیاکان ایرانی در رگهاش بود که با دست خالی رفتش توی خیابون برای اعتراض و جواب اعتراض پویا رو حکومت اسلامی با گلوله داغ دادش و پویا رو از ما گرفت و ما خانواده بختیاری ادامه دهنده آرمان پویا و پویاها هستیم. من یک مثال تاریخی براتون بزنم. زمانی که اسطوره مقاومت و پایداری ایران بابک خرم‌دین رو بردن برای مجازات تا اعدامش بکنند، در آخرین لحظات زندگیش به معتصم عباسی گفتش که تو فکر نکن که منو میکشی، چرا که از هر قطره خون من هزاران بابک دیگه به وجود میاد تا راه من رو ادامه بده. و امروز ما شاهد این هستیم که پویاها و نویدها و نداها و ستارها و مهدی سلمانزادهها هر کدوم از اون بابک های خرم‌دین هستن که راه رو ادامه میدن و ما خانواده بختیاری ادامه دهنده راه اینها هستیم تا رسیدن به ایرانی آزاد و آباد. بسیار ممنونم از لطفتون آقای بختیاری. آقای خیلی، همونجور که آقای بختیاری گفتن، مردم در حرکتن و واقعا حکومت امروز از حتی روز اول تأسیسش متزلزل‌تره. هیچ وقت جمهوری اسلامی به زلالت و ضعف امروز به گفته کارشناسان سیاسی نبوده. این گام آخر برای تحول سیاسی در ایران رو ملت چگونه و کجا باید بردارند؟ سوال بسیار، جوابش بسیار مشکله، شاید سوالش آسان باشه، ولیکن من همیشه گفتم و معتقدم برای این که تنها کسانی که میتونن به ایرانیان داخل کشور کمک کنن ایرانیان خارج از کشورن. ایرانی خارج از کشور با توجه به اینکه اکثرا در کشورهای غربی و دموکراتیک زندگی میکنن، این فرصت رو دارن که به ایرانی داخل کشور برای این هجمه نهایی علیه جمهوری اسلامی کمک و یاری بکنن، کمک مالی بکنن، کمک فرهنگی بکنن، کمک اجتماعی بکنن، افکار عمومی شهرها و کشورهایی که درش زندگی میکنن آماده کنن علیه جمهوری اسلامی، علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. و گام آخر در داخل ایران چه کنه در داشتش؟ گام آخر هم به نظر من قیامی است که مردم ایران انجام بدن و این قیام رو
استمرار بدن تا حکومت. بسیار متشکرم آقای ملکی، خیلی وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم. میخواستم از حضورتون بپرسم که فکر میکنید در آینده ایران، به هر حال این آینده روزی فرا خواهد رسید، دیر یا زود، چه چیزی تضمین خواهد کرد که ما قانون اعدام دیگر نداشته باشیم، قانون لغو آزادی بیان یا به خطر افتادن حریم شخصی مردم توسط حکومت رو نداشته باشیم؟ این ضمانت کجا باید قرار بگیرد تا جهان شاهد ایرانی باشد که در اون دیگر کسی به چوبه دار آویزان نشود؟ من فکر میکنم با در نظر گرفتن اینکه بخش قابل توجهی از مردم خواهان این هستن که اعدام متوقف بشه، حکم اعدام به نوعی حداقل محدود بشه به شکل بسیار بالایی، الان فکر کنم وظیفه رهبران سیاسی و رهبران مدنی این جامعه هستش که اونها هم به نوعی خودشون رو ملزم به این بدونن که در هر صورت بعد از عبور از جمهوری اسلامی که دیر یا زود در صد اتفاق خواهد افتاد، بار دیگه این چرخه خشونت انجام نشه. این اهمیت داره که رهبرانی که امروز هستند و بالاخره هر کدوم نقشی دارن در جایگاه‌های مختلف از گرایشات سیاسی مختلف، این در اصل مسئله رو درش تاکید بکنن، این رو به عنوان یک حتی میشه گفتش که عهدنامه پیش از تغییر به عنوان یک مسئله روش توافق بکنن که خودش میتونه باعث بشه که در صد بدونیم که اون تصویر سازی که اتفاقا طرفداران جمهوری اسلامی بارها میکنن که اگر جمهوری اسلامی بره خون و خونریزی خواهد شد و باز کشتار خواهد بود، اون رو بتونه حداقل این تصویر رو مردم بده که دوباره اون اتفاقات بعد از انقلاب 57 تکرار نخواهد شد. بسیار متشکرم آقای دکتر سیف‌زاده. خیلی کوتاه نظر شما رو هم در همین مورد بشنویم، خیلی کوتاه. به نظر من فعالان سیاسی و مخالفین حکومت فعلی و مخالفین وضعیت موجود باید تکلیف خودشونو با مسئله اعدام، با مسئله جهانی حقوق بشر روشن کنند. مثل سال 57 نباشد که همه ها به شعار که یک حکومت جمهوری ما میخواییم تشکیل بدیم مثل فرانسه. اینطوری نیست. جزئیات حکومت رو باید با مردم در میان بگذارن، با مردم باید صادق باشن. اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول دارن باید نسبت به آن متعهد باشن و نحوه اجراش رو آموزش ببینن و آموزش بدن و بین مردم تعمیم تعمیق کنن، تا زمانی که انشاءالله بر تمام روابط مردم ایران طی یک حکومت جمهوری دموکراتیک کاملا سکولار اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق انسان ها رعایت میشه. بسیار سپاسگزارم دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان، وکیل پیشین دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و همچنین در کرج، جناب آقای مهرداد بختیاری، برادر جناب آقای منوچهر بختیاری که با ما در برنامه امشب همراه بودید. همچنین از جناب آقای دکتر عمار ملکی سپاسگزارم، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و مدیر مؤسسه نظرسنجی گمان که ما رو در بحث امشب همراهی کرد. اینجا در استودیو از بیژن خیلی سپاسگزاری میکنم، کنشگر سیاسی و چهره سرشناس فرهنگی جامعه ایران و آمریکا که با ما همراه بودید. از شما هم که بار دیگر به تماشای صفحه شطرنج سیاست و زندگی روزمره ملت ایران نشستید سپاسگزارم. با امید فردای آزاد و آباد، وقت خوش.